به نام خدا رحیم هستم در خدمت شما این با آموزش داد نت توی قسمت قبلی در مورد ویو کامپوننت صحبت کردیم توی این قسمت سمپلی رو میگیم که بیشتر تفاوت ویو کامپوننت رو با پارشیال ویو متوجه بشید دقت فرمایید تصور کنید یه وبسایت دارید که حالا میخواید اکشنهایی با با اینسرت دیلیت رو با آنها مدار دیالوگی بوت انجام بدید و اگر این رو با پارشیال ویو بخوایم هندل کنیم مجبور میشیم که این کدای HTML رو حالا هر مودال رو داخل پارشیال ویو کپی کنیم که داپلیکیت کد به وجود میاد تو هر پارشیال داریم و یه سری مشکلات دیگه هم وجود میاد مثلا آیدی اون رو با هم نمیخونه و یه سری از این تیپ مشکلات داریم که درتی کد میشه اما با ویو کامپوننت خیلی این میشه به راحتی هندل شد برای این کار چیکار میکنیم دقت فرمایید من یک کنترلر اضافه میکنم به اون سلوشنی که قبلا داشتی به اسم کنترلر حالا از نوع ام تی اضافه میکنم اسمش رو میذارم حالا فورمز کن نیم اسپیس اضافه رو پاک میکنم یک ویو اضافه میکنم برای این ایندکس و پاکش میکنم حالا اون ویوش رو پاک میکنم کنم کاری که کردم یه کنترلر ساختم و یک ویو هم اینجا ساختم کد این قسمت رو من کپی میکنم کلا و این یه مدال داخل این بیاد که ببینیم الان من یه مدال دیالوگ رو داخل این قرار دادم اینو ران میکنم حال فرمایین مدار دیالوگ اومد خب من میتونم اینو با پارشیال ویو بنویسم اما مشکلی که هست این حالا مجبورم داخل هر پارشیال ویو مدل خودش رو کپی کنم و نمیخوام این کار رو انجام بدم میرم سراغ حالا کامپوننت ویو پس تنها کاری که کردم یه کنترلر ساختم با یک ویو کارخواستی خاصی یعنی انوز انجام ند میرم سراغ ویو کامپوننت ها میگم من یک حالا ویو کامپوننت دیگه اضافه میکنم یک کلاس اضافه میکنم به اسم مثلا مودال فورم حتما باید ویو ویو کامپوننت اون آخرش قرار بدیم نیم اسپیسر از اضافه رو پاک میکنم و این میشه در اصل اون انجین ویو کامپوننت که باید از کلاس ویو کامپوننت ارث بری و یک متدی داشته باشه به اسم این ورک که آی view ریزالت برگردونه تو قسمت قبلی در مورد صحبت کردیم آی ویو کامپوننت ریزالت برگردونه میتونه این باشه یا این ووچ خب یه ریتر view هم برایش قرار میدیم این الان ویو کامپوننتیه که من اضافه کردم میرم سراغ اون حالا قسمتی که بخوایم ویوش اضافه کنم من یه پوشه به همین اسم مدال فور توی قسمت شیرت قسمت کامپوننس اینجا میام و یه راست کلیک کنم یه پوشه برای حالا این کامپوننس قرار میدم و یک فایل ایندکس سام قرار خب محتوای اینو احتیاج نداریم پاک میکنم اینجا توی اون کامپوننت ویوی که ساختم میگم که شما باید ویو ایندکس رو لود و اینجا هم میام سراغ این قسمت میگم کلا دیالوگ رو بردارم داخل ایندکس قرار بدم آره من کلا کنترل رو برداشتم اون دیالوگ رو داخل این ایندکس اینجا قرار اما دقت فرمایید مثلا تایتل اون برای هر فوربی جداه شاید یکی مثلا کاربر اضافه کنه یه بار پرمیژن اضافه کنه یه بار بخواد مثلا یه فاکتور ثبت کنه اون قسمت تایتلش متفاوته بخشی دیگه هم متفاوته حالا با هم جلو بریم و متوجه میشیم که چی هستش خب می سراغ اون یه پوشه ساختیم به اسم ویو کامپوننت مدلز اینجا ای اسمش رو میذارم اسمش رو بذارم حالا مودال فرم دقت فرمایید ویو کامپوننت یه وی سی میذارم آخرش به عنوان ویو کامپوننت بشه و یه پابلیک استرینگ دقت فرمایید استرینگ تایتل قرار میدم get set و الان این میشه اون تایتل میگم مالا اون ویو کامپوننتی که داخل شیرد ساختم میگم برای شما یه دونه مدل میاد که این مدل هست خب. و اینجا هم میگم که دیگه مدلی که من دارم با ام بزرگ تایتلش اینجا قرار داده بشه این است خب میریم سراغ این این که حالا کاری نداریم الان در توی انجین شم بریم اینجا میگیم که ما یک مدل برای شما ارسال میکنیم رو اضافه میکرد و این مدل رو شما برای بیوت لود کن و ارسال خب در اصل الان کل کار من تموم شد فقط میمونه توی قسمت فرم اینجا الان محتوای این فرم رو اضافه کنم مطمئنا برای هر فرمی این محتوا متفاوت یک بار مثلا بخواد پرسن اضافه کنه چهار تا فیلد داره بخواد مثلا یه فاکتور ثبت کنه یه, یه کاری انجام بده شاید 5 تا 6 تا فیلد داشته باشه باید چیکار کنم برای این کار دقت کنید یه فیلد دیگه به مدل اضافه کنم پابلیک باید حتما فانک باشه در مورد دلیگیت فانک صحبت کردیم توی پکیج سی شارپ پیشرفته که گفتیم پیش نیاز همین پکیج دانت کور هستش ورودی و خروجیش آبجکت هستش و اسمش حالا میذارم ک. پس اینم برای محتوای اون حالا ویو اضافه بکن. می میرم سراغ به اون حالا پارشیات اینجا میگم زمانی که حالا مدادم تو کانتنتش مدل دات دقت بفرمایید کانتنت دات داینامیک این و اینجا ویو کانتکست باید باشه این مدلی شما اون محتوای ویوتون رو میتونید پاس بدید اینجا میاد و رندر میشه به کاربر نشون داده میشه برای تنظیماتش دیگه خیلی راحته حتی میتونید اکشنش همه چیزاش به کدوم اکشن پست بشه اینا رو همه میتونید براش بنویسید خب سراب سراغ این ویو که هستش من یک پارشیال ویو اضافه میکنم دقت بفرمایید به اسم اینسرت مثلا من بخواهم اینجا یک کاربری اینزرت کنم یه پرسن اینزرت کنم این الان پارشیال ویوم که اینجا میام و میگم برای شما یک مدل میاد حالا پرسن یه پرسن ویه میاد میخوام اینو اضافه کنی من دیگه نباید اون دیالوگ رو اینجا بنویسم میام میگم به صورت حالا ای اون کامپوننت دات بود اسم کامپوننت هم بود مودال فور و کاما یه نیون دقیقا فرمایید مودال فور ویو کامپوننت دریافت میکنه که دو سه تا پارامتری وردی داشت پارامتر اولش بود تایتل که حالا می نویسیم فرم درج کاربر یا هر چیز دیگه کاما کامی اینجا ما باید چه جوری محتوا رو براش ارسال کنیم Add sign تکس در اد فرمای این تکس رو در حد کنید که این مدلی بنویسید text text و باید رنگش حتما زرد بشه که بتونید محتوای HTML رو داخلش ارسال کنید حالا من میگم که یه دونه VM دارم میگم مثلا label ASP4 مثلا لست نیم yeah. حالا نمیخوام زیاد مانور بدم روی این و من میخوام یه چیزی ارسال بشه اون طرف اس, اس فور اینجا همون فرست نیم یه دونه هم اینجا قرار میدم بیار و از همین هم کپی میگیرم برای فیلدهای تیگر اینجا آدم لست نیم اینجا فرست باشه. first name و last خب یه بیارم اینجا احتیاج داریم که اینا را از هم متفاوت خب الان من دقیقا اون را تایتل رو فرستادم. و فرستادم قرار بده محتوی پیج هم فرستادم حالا هر اندازه اکشن که داشته باشم فقط این را ارسال میکنم دیالوگ هم روز میتونه هر تنظیماتی براش اندازه هر چیزی با مدلش ارسال میشه و فقط کفی داخل ایندیکس هم میگم من یه پارشیال دارم یه پارشیال دارم حالا پارشیال هم هستش اسمش هستش اینده اینسرت و یک مدل هم مدلش مودلش هم که خالی فقط برای که بتونه هندل کنه اون پرسن بیم رو بهش ارسال من این رو ران میکنم که پروژی رو ببینیم دقت کنید از آن برام اون فور اومد حالا من اگه 10 تا فرم دیگه هم داشته باشم 20 تا فرم دیگه هم داشته باشم هیچ وقت براشون نمیام مدار دیالوگ بنویسم و یه مدار دیالوگ دارم اما یه دونه فور یه مدلی براش می نویسم مثلا اگه بخوام این عنوان این مثلا باتن رو کلوز رو انجام بدم یا اصلا بهش بگم اینکه که روی کلوز داشته باشه یا نداشته باشه همه اینا رو میتونم قرار بدم یا اینکه به چه اکشنی ارسال بشه این فرم مثلا این داخل یه تگ فرم باشه داخل یه تگ فرم باشه و بتونم اینجا مثلا اکشن به چه اکشن این ارسال بشه این فرم حالا بخوایم اینجا فور اکشن رو هم بهش به من داخل مدلش اضافه کنم دیگه هر چیزی که بخواین اینجا میتونین اضافه اکشن نیم من اینجا بزنم و اونجا توی ویو هم می میگم که اینجا یه چیزی آرام داده داد اکشن نیم اینجا قرار بده و اون رو ساب میده حالا به هر اکشنی که توی کنترلر برای اینسرت اضافه کنم و همه فرم دیگه همین استراشو رو دارن و یه دونه دیالوگ هم دارم اما اگه بخوام اینو با پارشیال انجام بدم واقعا سخت میشه اینجا توی فرم هم میگم مثلا اکشن اکشن نیمه مثلا توی فرم مثلا این مدلی من یه اکشن داشته باشم که کار این زرت رو انجام بده این میتونه بهش ارسال بشه یا اون حالا تکست باتنی که هستش برای کلوز بروش باشه راست چی باشه چپچی باشه تمام تنظیمات رو میتونیم براش ارسال این که این باطن نمایش داده باشه ساب میت باشه ارسال باشه یا هر تنظیمات دیگه ای که بخوای فقط این که کاری که انجام دادم من خیلی سریع میگم یه ویو کامپوننت ساختم توی ویو کانفرنس گفتم یه ورودی داره توی ورودی اومدم یه پارامتر گذاشتم فقط اینکه که کانتکست اون محتواش رو میخوام این مدلی ارسال کنم html تی ام اونجا رندرش کنم و یه دونه ایندکس هم مدل دیالوگ رو آوردم داخلش از بوت کپی کردم آوردم داخل اینجا قرار اون محتواش رو اینجوری من میتونم رندر کنم رفتم سراغ ایندکس هم گفتم اینجا اینجور پارشیال و این دوچبه هم خیلی میتونه تنظیماتش متفاوت باشه واسه هر برمی مثلا این سر اونجا اون پارشیال این سر باتون باشه که همیشه رو بشه دیگه من فقط برای این زرس هم فقط یه دونه اولش کامپوننت ویو دارم بقیش رو کلن اون محتوی اشتیمیلی که بخوام اونجا رندر بشه قرار دیگه هیچ کاری انجام نمیدم یعنی نمیام دوباره مدال دیالوگ اضافه کنم این تکنیک که از این مدل استفاده کنیم و یک حالا مدار دیالوگ داشته باشیم توی فریم که او هستش میتونید اونجا حالا بیشتر در مورد این توضیحات بخونید فارسیش هم هستش این قسمت حالا تکنیکا رو اینجا گفتیم و شما میتونید ببینید داکیومنت فارسیش هم هستش شما میتونید داکیومنت فارسیش رو هم بخونید و فیلماش رو ببینید.